همکارم رازی دانش در استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته با جزئیات بیشتر در مورد این گزارش. رازی، بله فرداد، گزارش واقعا مفصل بود. البته بخش عمده ای از اون به همکاری نزدیک پاتروشف، دبیر امنیت ملی روسیه، با پوتین اشاره داشت و میگفت که چگونه شد که مورد خشم و غضب پریگوژن، مورد خشم و غضب پاتروشف قرار گرفت و در نهایت اون نقشه قتل رو ترتیب داد. همینطور که میدونیم گروه واگنر فقط یک گروه شبه نظامی نبود، بلکه یک مافیای بزرگی بود برای پوتین که نه تنها در سوریه و آفریقای مرکزی و اوکراین داشت براش می‌جنگید، بلکه داشت در تمام آفریقای جنوبی معادن محیط زیستی، منابع نفتی، پول، طلا، الماس و پول نقد رو برای پوتین فراهم می‌کرد. حافظ منافع محیط زیستی و تمام منابع پوتین در آفریقای مرکزی هم بود. بعد از اینکه در اوایل سال 2022 ارتش روسیه در جنگ با اوکراین داشت با شکست واجه میشد و فرماندهان ارشد مورد انتقاد پوتین قرار گرفته بودند، پوتین از پریگوژن میخواد که وارد عمل بشه. پریگوژن با ده ها هزار سربازی که داره، با اون سرمایه مالی هنگفتی که در اختیار داشت که حتی بهش میگفتن امپراتوری رو داشت بعد از پوتین برای خودش، وارد نبرد میشه و خیلی سریع میتونه به پیروزی‌های خیلی خوبی دست پیدا بکنه. اما همچنان با پوتین در تماس بوده و از فرماندهان ارشد نظامی و از رئیس ستاد ارتش، از وزیر دفاع انتقاد میکرده که اونها واقعا خوب عمل نمیکنن و حتی عملکرد اونها ممکنه باعث شکست روسیه در اوکراین بشه. دبیر شورای امنیت که از مدت ها پیش، تقریبا از یک سال پیش، پریگوژن رو زیر نظر داشته بود، بارها به پوتین هشدار داده بود که افزایش نفوذ سیاسی و نظامی پریگوژن برای پوتین و برای کرملین خطرناکه. خب تا اون لحظه پوتین ممکن بود توجهی نداشته باشه، اما بعد از این انتقادهای شدیدی که پریگوژن نسبت به فرماندهان شده نظامی روسیه داشت، توجهش جلب شد و این اجازه رو داد به پاتروشف که این نقشه قتل رو بکشه. این نقشه دو ماه روش کار شد تا اینکه در ماه آگست، تابستان پارسال، وقتی که پریگوژن همراه 6 فرمانده ارشد نظامی دیگه روسیه، واگنر از جمله فرمانده سابق واگنر، سوار این هواپیمای خصوصی میشن، اونا متوجه این بمب نمیشن و بعد از 30 دقیقه بعد از آغاز پروازشون اونها هواپیمای اونا منفجر میشه. البته پوتین قبلا اشاره کرده بود و اونطوری که از پریگوژن قبل از این حادثه نام برده بود، با افعال ماضی که استفاده کرده بود اونو رسما یک فرد کشته شده خطاب کرده بود و یاد کرده بود. ممنونم از تو. همکارم رازی دانش در استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن.